در این بخش برنامه آقای سید انور بحر، یک از عزیزان و جوانان کارآفرین در برنامه با ما هست که خواستیم بیشتر روی این که ما چگونه افکار خود را، ایده های خود را و چیزی که در ذهن داریم اونا را بتونیم واقعا در دنیای بیرون و در واقعیت پیاده بکنیم صحبت بکنیم. آقای بحر سلام، صبح خیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. با یاد نام خدا و با عرض سلام خدمت شما، امید که خوب باشین و همکاران بخش تکنیک و همینطور بینندگان عزیز، خیلی خوش باشین، سلامت باشین، زنده باشین. تشکر، سلامت باشین. معمولا در زندگی هر فرد یک سری افکار و ایده ها و عقایدی که داره، اگر یک اشاره بسیار کلی و کوتاه رو بکنین که ایده ها یا خود افکار از کجا خلق میشه و چه چیزی باعث میشه ما یک ایده های خوبی یا متفاوتی داشته باشیم. درست، چقدر زیباست قبل از این یک تعریف از خود ایده داشته باشیم که ایده چی هست. ایده یک تصور ذهنی هست برای راه حل، برای یک مشکل، برای رفع یک مشکل یا برای رفع یک نیاز. یک نیاز، برای مثال من نیاز دارم که درآمد پولی من بیشتر شود، نیاز دارم سطح شخصیتی من بالاتر برود. برای این یک ایده پردازی میکنم، یک تصور ذهنی ایجاد میکنم که چگونه من این رو رفع بکنم، یا یک مشکلی که در زندگی من پیش میاد میخوام اون مشکل رو یک راه حل راحت برای اون بسنجم. یک تصویر ذهنی برای خودم ایجاد میکنم و تلاش میکنم که در واقعیت این رو عملی بکنم. این ایده هست. درست، ایده ها با واقعیت های زندگی ما شما واقعا فاصله دارن؟ خب بستگی به افراد دارن، بستگی به اشخاص دارن. اشخاص رو ما داریم که ایده هایی دارن که همون لحظه اون ایده رو در زندگی خود عملی میکنن، او زیاد فاصله ندارد. اما بسیار از عزیزان هست که فقط در رویا پردازی و خیال پردازی میگذرن و این خیلی فاصله داره با دنیای واقعیت. خیلی ها شب که شد وقتی رفتن در رخت خواب فکر میکنن، خیال پردازی میکنن، من این بودم، من آن بودم، و همینطور برای رفع مشکلاتشون بسیار ایده هایی دارن یا نمیکنن اون که به واقعیت تبدیل بکنن و این فاصله رو ایجاد میکنن. درست، هر شخصی از خود یک سری ظرفیت های درونی داره یا استعداد های پنهان یا نهفته یا توانه هایی که ممکن از خود شخص داشته باشن. گاهن افراد هستن که یک سری آرزوهایی میکنن، یک سری ایده پردازی های میکنن یا خیال پردازی های میکنن که بدور از او توانایی یا ظرفیتشان هست. درست، که ممکن است به اونا حداقل دست پیدا نکنن. چقدر مهم است که ما متناسب با ظرفیتی که داریم، توانایی که داریم یا امکاناتی که داریم آرزو بکنیم یا هدف داشته باشیم یا خیال پردازی بکنیم. درست، یک چیز که خیلی واضح هست، انسان به هر اون چی که تفکر میکند میرسد اگر بخواهد. راه های بسیار زیادی باز هست و باز خواهد شد با توجه به جامعه، با توجه به شرایط، با توجه به ظرفیت خود شخص. وقتی ایده پردازی های زیادی میکند، آره بعضی وقتها شخصی هست که خیلی ضعیف است و او برای خودش یک تصور، یک ایده هایی دارد که میخواهد کشوری رو تأسیس بکند که خیلی سخت هست، گرچه ناممکن نیست ولی خیلی سخت هست. خب اون شخص ایده پردازی یا خیال پردازی رو دارد و ما توان حرکت به اون مسیر رو نداره. درست؟ و اما اگر کسی ایده پردازی میکند، مثلا که من به ریاست جمهوری برسم، به نخست وزیری برسم، یک فلان کسی بشم که اسمم در تاریخ ثبت شود، اگر عمل بکند این ایده رو، اگر عمل بکند 15 سال یا 20 سال برای رسیدن به ریاست جمهوری یا برای رسیدن به یک شخص بسیار موفق که اسمش در تاریخ ثبت شود، 15 سال فقط روز 2 ساعت زمان بگذارد، این کار انجام خواهد شد. 15 سال فقط روز 2 ساعت. ولی خب مشکل کجاست؟ مشکل نامنظم بودن در زندگی اون فرد هست که نمیتواند برسد با آنچه که خیال پردازی میکند، چون عمل پشت هم ندارد برای اون کار و این باعث میشود. خب بحث جوانان در افغانستان کمی فرق دارد، باز وضعیت اینجا خیلی بحرانی تر است. این رو که اگر ما بخوایم بگوییم که ایده را چگونه به واقعیت تبدیل بکنیم، خدمت شما عرض میکنم که راه های زیادی هست. درست،
افکار بزرگ داریم یا آرزوهای بزرگ در سر داریم یا خیال پردازهای بسیار بزرگ در ذهن ما میپرورانیم، خیلی وقتا با جایی که با ما کمک بکنه مثل یک موتور محرک شود برای ما، ممکن است ما را از او هدف باز داره، یعنی انگیزه ما را بگیره. یک مثال یک از اساتید بسیار قشنگ میزد که یک کسی آمده بود میگفت ما میخوایم که به حد پولدار شوم یا ثروت پیدا بکنم که روز مثلا چند صد میلیارد درآمد داشته باشم. میگفت در حالی که اصلا در ذهن نمی گنجه. ثروتمندترین مرد دنیا مثلا کل ثروتش که تمام عمر زحمت کشیده، شاید هزاران هزاران فرد زیر دست او کار میکنه، کل ثروتش چند میلیارد دلار بیشتر نیست، چند صد میلیارد دلار. اما این میگه که خود فرد را از یک چند ساله که تلاش کرد دید که نمیتونه به یه اندازه برسه، خود انگیزه را از او سلب میکنه. درست. خب این دقیقاً طبعا درست است. شخصی که بسیار با توجه به وضعیت کشور، با توجه به وضعیت مملکت وقتی فکر میکنه که همچین یک درآمدی رو، خب ما مثلا بودجه خود دولت خودمون رو میبینیم مثلا اینا رو، ها یک از یک طریق میشود که این شخص برود مالک این کشور بشه، یعنی رئیس جمهور شود یا پادشاه شود که بگیرن معادن یا خیلی جاهای دیگر رو دستکاری بکنن تا به این ثروت برسد. یعنی غیر ممکن نیست، ولی خب بسیار کار دشواری است، بسیار کار دشواری هست و در کل چیزی غیر ممکن نیست. ولی خب خیلی چیزها هست که خیال پردازی هایی هست که در اصل خود آدم رو از آنچه که هست خیلی دور میکند. بله، نباید این چیزا صورت بگیرد. آنچه که در توان، آنچه که با توجه به شرایط باشد، این خیلی بهتر است. خیلی از غیر ممکن ها را خود ما غیر ممکن میسازیم، یا حداقل در فکر خود غیر ممکن تصور میکنیم. یا خیلی از ممکن ها را ما خود ما باید ممکن بسازیم. اما ای که حالا ایده ها یا افکار یا آرزوهایی که در ذهن داریم، راه هایی که بتونه اونا را در واقعیت ما پیاده بکنیم چی هست بنظر شما؟ خب ایده ها، وقتی ما بخوایم ایده های خودمان را به واقعیت تبدیل بکنیم، راه های زیادی هست که من چند تا مثال میزنم، اما این راه ها متاسفانه در شرایط کنونی برای جوانان ما زیاد کارساز نیست. مثلا در عموم اگر ما فکر بکنیم چندین راه هست، یکی این که به خود ما باور داشته باشیم، زمانی که ایده رو خلق میکنیم به خود ما باور داشته باشیم که این ایده رو میتوانیم انجام بدهیم، اینی که ریسک پذیر باشیم، مدیریت زمان خوبی داشته باشیم، مدیریت مالی خوبی داشته باشیم و اینکه ریسک پذیر باشیم و اینکه به دنبال همون ایده خود باشیم. و اما یک اما اینجا وجود دارد. در افغانستان جوانان اینجا از ابتدا از ریشه باید درست شود، یعنی از ریشه باید به دنبال تبدیل کردن واقعیت در زندگی خود باشد، همون ایده که خلق میکند که با چهار روش میشود از ابتدا ساخت. این چهار روش رو وقتی که بسازن بقیه خود به خودی درست میشود. یک، زمانی که ما یک ایده پردازی میکنیم مستقیما باید بریم تجسم بکنیم. با یاد داشته باشید که نه حرف شما، نه رفتار شما و نه خیال پردازی شما یا آرزوی شما هیچ تأثیر بر روی زندگی ندارد الا عمل کرد. بله. زمانی که ایده داریم مستقیما باید عمل بکنید، مستقیما باید تجسم بکنید. یک. دوم، مدیریت ارتباطات. در افغانستان متاسفانه ما یک سری افراد رو دور و بر جوانانمون داریم که برایش میگن غرغری، جاهل، برایشون میگن قربانی. کسانی هستن که یک جوان ایده داره، میره پیش اون شخص، ایده خودش رو تعریف میکنه، تخریبش میکنه، تحقیرش میکنه، میگه شما نمیتوانی. و یا در مورد اون ایده مشکلات اون رو زیاد پیش چشمش میاره، اون انگیزه درونی که برای فرد هست از بین میره. یا میره برای یک جاهل در میون میگذاره، هم اون رو باز میداره. یک شعری هست اینجا میگه که بحث با ناقص خیالان شیوه استاد نیست، علم افلاطون حریف جهل مادرزاد نیست. و ارتباطات بسیار مهم است. این دومین نکته است برای تبدیل کردن به واقعیت ایده های شما. و سومیش چی است؟ سومیش تعادل در زندگی است.
زمانی که ما تعادل در زندگی نداریم، احساسی عمل میکنیم و احساسی تصمیم میگیریم، به مشکل برمیخوریم. اینجاست که ما کل زحمات را که میکشیم یک بارگی به مشکل برمیخوریم. این بسیار بد است. با یاد داشته باشید اینجا اگر بار بود، اینجا کار نمیکند. در تمام موارد، در عصبانیت، در خوشحالی زود قول ندهید، در هر جایی اگر با قلبتان هم میرید، عقلتان رو با خودتان ببرید. احساسی تصمیم نگیرید، منطقی تصمیم بگیرید. و سومین چیز خیلی کوتاه، چهارمین چیز خیلی کوتاه بر شما بگویم، برای تبدیل کردن ایده به واقعیت، نوشتن با جزئیات تمام ایده شماست. این باعث میشه زمانی که شما یک مشکل براتون پیش میاد، میخواید یک ایده داره که برای راه حل اون، زمانی که شما با جزئیات اون مشکل رو مینویسین، ایده خودتون رو مینویسید، 50% اون رو حل کرد. درست، بله. خود مطالعات برای شما، خصوصا برای جوانان و نوجوانان، چقدر برای شما در این راه میتونه مؤثر باشه یا کمک بکنه؟ در این راه دو چیز خیلی کمک میکند. دو چیز، یک مطالعه هست و یک پول هست. یک مطالعه است، یک پول. پول یک وسیله بسیار کاربردی در تمام امورات زندگی هست. میتونه برای تبدیل کردن ایده ها بسیار کمک بکنه. و اینکه مطالعه، یکی از اصلی ترین، اصلا بگیم بهترین راه برای رسیدن به موفقیت، بهترین راه برای تبدیل شدن به نسخه بهتر از خودت هست. میخوای پزشک شوی، مطالعه کن. میخوای معلوماتت بالا بره، مطالعه کن. میخوای سخنور شوی، مطالعه کن. میخوای مجری شوی، مطالعه کن. هر کاری میخوای، فقط مطالعه کن. مطالعه ذهن رو باز میکنه، شخصیت رو میسازه، مطالعه تمام چیز رو برای آدم درست میکنه. بهترین رفیق برای شما کتاب هست. زمانی که کتاب بهترین رفیق شما بود، شما موفق میشه. بله. از موضوعات مهمی دیگر برای جوانان ممکن است این باشد که حالا در یک مقطع سنی یک سری افکار زیاد طرف آدم میایم و کوشش ای شود که ما یک فکر منسجم را باید داشته باشیم و بشناسیم حداقل خود را دنبال چی چیزی در زندگی هستیم و اهداف معین ما چه است. اهداف اصلی ما که باید به طرف و حرکت بکنیم یا اهدافی که باید برش تلاش بکنیم چی است. شناسایی اصل خود یا شناسایی افکار خود، شناسایی توانایی های خود در ابتدا چقدر ما رو کمک میکنه که بتونیم هر فکر بکنیم اونا رو در دنیای واقع هم بتونیم واقعا پیاده بکنیم. درست. مهمترین بخش خودشناسی هست. و در ابتدای هر چیزی که همونطور که من خدمت شما عرض کردم، برای تبدیل ایده ها به واقعیت از ریشه باید ساخت. اول قبل اون که ایده پردازی میکنیم، ما خودمون رو باید بشناسیم. بله. کشف بکنیم کی هستم، چه کاره هستم، برای چی زاده شدم، در کجا حضور دارم، برای چی هستم، سطح توانایی من چی است، چقدر میتونم رشد بدم خودمان رو از لحاظ شخصیتی، علمی، از هر لحاظ مالی، چقدر میتونم رشد بدم. و این با تمرین کردن های زیاد میشود، با چند نوع اهداف میشود. زمانی که ما میخوایم تشخیص بدیم، چند نوع اهداف رو بررسی میکنیم و همینطور بیوگرافی خیلی میتواند برای ما مفید باشد. زمانی که ما بخوایم خودمان رو بشناسیم یا بخوایم که به کدام سطح برسیم، بیوگرافی های زیادی رو مطالعه میکنیم، کسانی که مورد علاقه ما هست. برای مثال یک شخص میخواد یک بازیگر سینما باشه، یک شخص خیلی مشهور باشه، میره بیوگرافی های چندین بازیگر مشهور رو قشنگ میخونه و این برایش ثابت میکنه که این شخص از کجاها به کجاها آمد، من از کجا به کجا میتونم برم. درست است. یا اگر میخوای تجار شوی، چند تا تجار حداقل من پیشنهاد میکنم، اگر شما میخوای تجار شوی یا مجری شوی، 200 تا مجری یا 200 تا تجار رو باید شما مطالعه کنید تا تمام راه برای شما باز شد و در اون عرصه مطالعه کنید. و همینطور بخش هایی که حس میکنید من این بخش رو خیلی علاقه دارم، مثلا هنر نقاشی، مثلا گویندگی، مثلا پزشکی، برید به سمت اون. در سوشل میدیا مثلا شما میخواید پزشک بشه، در سوشل میدیا شما همه دوستان و فرند های شما باید دکترها باشند. دوستانی که با آنها در ارتباط، در تعامل هستید، باید همه دکترها باشند. در درونش برید. بله، در درونش برید تا بفهمید من برای این ساخته شدم، چطور علاقه دارم، آیا میتوانم. شما خود به خود مسیر برایتون باز میشه. درست. ممنون، خیلی سپاس. موضوعات بسیار خوبی بود. انشالله که برای هموطنان و مخصوصا جوانان که در این مقطع هستن و تصمیم میگیرن، مفید واقع شده باشد. سلام. در اخیر اگر صحبت هست یا پیامی دارید؟
دیگه صحبت چیز نیست، فقط یک چیز میگم برای جوانان عزیز، هرگاه در سختترین شرایط قرار گرفتین، هرگاه نومید شدین، هرگاه دلتون گرفت از زمین و زمان، به سه چیز فکر کنید. یک، آهن زمانی در کره آهن میره زیر چکش بارها کوبیده میشه و ثابته میشه تا تبدیل به شمشیر برنده میشه. شما هم در حال شخص برنده شدن هستین. دومین چیز این هست که دردی که شما را نکشد قوی تر میکند. و سومین چیز، اگر شما باور داری خداوند شما را این جهان هستی را خلق کرده، شما را به این قدرت، به این سلامتی رسانده، پس شکرگزار باش و ایمان داشته باش. ممنون شما، خیلی سپاس، تشکر.